وقتشه که بریم و ترکیب فوق‌العاده شما رو بررسی کنیم و من نظر خودم رو بهش بگم تا اگه مشکل داره بهترش کنیم و توی بازی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشید. پس دیگه سراغ به سرعت تمام بریم یه سراغ این ویدیو دیگه. سلام بچه‌های من، هستم خیلی خیلی خوش اومدین به یکی از قول‌هایی که داده بودم، یکی از سورپرایزهایی که برای یه ویدیو کوتاه ساختم. گفتم آقا هر کی که مخاطب ترکیبش بررسی بشه این توی کامنت ها بزن بنویسه، هم اسم تیمش بنویسه هم آیدیشو بنویسه. و دیگه به قولم اومدم عمل کردم. اگر دوست داشتید که بازم از این سورپرایزها استفاده بذارم توی کامنت ها بزن بنویسید تا بدون معطلی بریم یه سراغ ترکیب چک کردن. لتس گو. ما میریم توی بخش یوزر اینفورمیشن و فرند ریکوست و بریم سراغ اولین نفری که ترکیبش بررسی میشه دیگه. لتس گو بیبی. خب اولین کسی که باید بررسی بشه ماهان با تیم منچستر یونایتد هست. بیایم بالا، بیایم بالا ببینیم پیداش بکنیم. ما دیگه نیست، نمیدونم چرا یکی چیز نیست. بریم سراغ بعدی دیگه. میریم سراغ نفر بعدی، یعنی متین از بایرن مونیخ. ریتینگ شما نگاه کنیم، این ریتینگت چند هست متین جان؟ 762. خب من چون ریتینگ ایشون پایین هست زیاد میخوام توی ترکیب بهشون سخت بگیرم و میریم توی مین اسکواد و چک کنیم. خب دروازه‌بانت که اولیور کان است، دروازه‌بان خیلی خیلی خوبی داری. دفاعت بکشن باید هست، واسطه این ریتینگ فولاده هست توی ترکیب نگرش دار. وندوی که دادی که یکی از دیگه یکی نه بهترین دفاع فیوچر و بیسیک محسوب میشه و میتونی تا زمانی که فولای کنی چیدی توی ترکیب نگر داری. عالیه دفاعت، قشنگ دفاعتو بسی. ال بی تگه اشتباه نکنم کنم لیزارزو باید بشه که اینم خیلی خیلی عالیه جوابه. واسه آرنولد داری آربیت فوق‌العاده عالی و دفاع تا اینجا عالی بوده. میریم سراغ هافکات فکر کنم پدری باید باشه. پدری توی بازی هم خیلی خوب، با اینکه بازیکنان جوانی که مثلا دل فیوچر میشن و ریتشون الکی میره بالا، بعضیشون خیلیشون واقعا بد بازی میکنن، ولی واقعا پدری خوب بازی میکنه. خوبه که گذاشت ترکیبت. و اینکه بوسکتس هم گذاشت، بوسکتس رو سکه با پدری عوض کنی، اونجا جاشون بهتره و خوب بهتر بازی میکنن. و مدریچ هم که داری عالی و هافکت هم خوبه بد نیست. بچه من میگم هی خوبه عالیه به خاطر اینکه توی ریتینگ مثلا من 1000 و مثلا به کمبار گیر میدادم و مثلا به بوسکتس گیر میدادم. میدونی چی میگم؟ وقتی ریتینگ پایینه باید توقع آدمم کم کم بیاریم پایین دیگه. مارادونا رو گذاشتی اس اس لژند هم هست که فوق‌العاده خوبه. امباپه نیمار هم خوبه. ترکیب خوبی داری به وقتی که دوباره مثلا به ریتینگ 1000 رسید. دوباره اگه ترکیبت پیشرفت نکرد حتما بیا پیش من دوباره بررسیش کنم و اشکالاتش رو بهت میگم. نخواستم الان توی این ریتینگ پای زیاد ایراد بگیرم بهت، ولی خب همینجوری هم فعلا توی ریتینگ خیلی خیلی واسه خوب هستش متین جان. نفر بعدی اسم ایران از تیم میلان، یه قافیه بازی هم اینجا کردیم اولیه و ریتینگ رو ببینیم. 1127 هست که ریتینگ نسبتا خوبی هست. بریم و ترکیب رو ببینیم و ترکیب چه میکنه. واقعا توی اینجا کار من سخت بشم. دروازه‌بان نویر واسه این ریتینگ و این ترکیب فوق‌العاده واقعا خوب نیست، باید عوض بشه. یعنی حداقلی که من پیشنهاد می‌کنم باید اولیور کان لژند رو داشته باشه. بکن بایر لژند رو گذاشت دفاعت واسه این ریتینگ و ترکیب اصلا مناسب نیست. حتی شده اگه ویجیل وندایی که بیسیک هم داری اونو بذاری جاش که عملکرد بهتری واسه نشون میده. پویول لژند رو گذاشتی که به نظر من سوسو باید باشه سرش. یعنی مثلا اگه بازیکن بهتری داری بهتر میتونی جاش بذاری. روبرتو کارلوس 93 داری، خوبه نگرش دار فعلا، ولی خب باز اگه دیدی کارتای آیکون ال بی داری جاش بذار، جای روبرت کارلوس بذار. آرنولد و آربی داری که به نظر من تا زمانی که اون دفاع بارسلونا بود آربی صدی یادم نیست اسمش، یا کافو رو نگرفتی با آرنولد عوضش کن چون فوق العاده است آرنولد. دیوید بکام دی ام اف تاس با رایکار که قشنگ هافبکتو بستی. ال ام اف که این اسمش یادم زارانوا بود چی بود اصلا برام چرت و پرت گفتم الان، ولی جای ال ام اف اصلا خوب بازی نمیکنه، عوضش کن. حتی شده اگه بیسیک هم داری بیسیک بیار جاش. و رونالدینیو جاش خوبه، خوبه هم کس که میلان انتخاب کردی واسه بوست کردن. ژاویو داری که گذاشتی سی ام اف. ژاوی توی اینجا که قرار داره اصلا خوب بازی نمیکنه، بعد جای دیوید بکام سی ام اف باشه که خوب بازی کنه. نظر من هستش. اگر میبینی که مثلا حملت زیاد خوب نیست سعی کن که یه دو حمله بچینی، یعنی به جای که این ترکیب عجب عجب واسه یک آیکونیکات بچینی یه ترکیب 4-2-2 یا 4-4-2 واسه ترکیبت بگی. به نظرم عملکرد بهتری توی ترکیبت خواهی دید و اینم از ترکیب شما دیگه. امیدوارم که ترکیبت رو بهتر کنی و کلی ازش لذت ببری. بریم سراغ بعدی. بریم سراغ بعدی غضنفر مظلوم و تیم میلان که اسمش خیلی باحال داره واسه فرشان خوبه اسمه. بریم و ریتینگ 1024. اوکی بریم سراغ مین اسکواد که انبل
دیسیبلی کن. چرا داداش؟ برو تو بازی توی سورپرایز بعدی، یعنی توی ترکیب بررسی کردن بعدی دوباره میبینمت. ولی خب یه تا اینجا اومدیم، دلم نمیخواد دیگه ناراحت بشی و اینا، اومدم و میخوام بازیاتو بررسی کنم که بازی چجوری بوده و بر اساس ریتینگ که داشتی بررسیش خواهیم کرد. یه 252 تا بازی داشتی که 100 تاشو بردی، چقدرم روند 100 تاشو بردی، 60 تاشو مساوی کردیم و 92 تاشم باختی، که برد و باخت ها در خیلی خیلی به همدیگه نزدیک هستن و خب این خیلی بده واسه یه پلیگر پیس. به نظر من سعی کن که یه ذره تاکتیک یاد بگیری و بتونی بردات از باختات بیشتر کنی، یعنی با یه اختلاف خیلی بیشتری باید تو با بردات از باختات بیشتر باشه. و با این آمار که من میبینم به نظرم باید تو بازی تو بهتر کنی، یعنی حتی اگه بتونم تیم استرنج چنده؟ تیم استرنج 4778 هستش که به نظرم تیم خوبی داری با این استرنج که داری و بازی تو بهتر کن به نظرم. یعنی الان بازی تو بهتر کن توی سورپرایز بعدی، ترکیبت رو نگاه میکنم باز نظرم کلی مون راجبه دیگم. و اونا که تا اینجا ویدیو نگاه کردن گفتم که اگه مثلا تا الان، یعنی تا الان یا تا آخر ویدیو ترکیبت بررسی نشد، واسه مثلا اونا که تا اینجا ویدیو دیدن سورپرایز بعدی رو هم بدونم، برای اینکه دوباره توی ویدیوی بعدی ترکیب شمایی که توی این ویدیو بررسی نشدم نگاه کنم. دو تا چیز هست که اون رو توی این ویدیو بهتون میگم، پس آخر ویدیو همراه هم باشه دیگه. میریم سراغ نفر بعد، یاسین از تیم بارسلونا و ریتینگ نداری. بله ریتینگ نداری، فکر کنم بازی تازه نصب کردی یا اکانت دوم زدی که من انتقال میدم که تازه بازی نصب کردی و امیدوارم که از این بازی خوشت بیاد و نمیتونم ترکیبت رو ببینم. بعد بری یا اکانت حذف شده یا بعد بری تو بازی پک ها رو آپدیت کنی و دوباره بعد من بفهمم. رکورد داره بریم اصلا نگاه بکنی. 10 تا بازی کردن توی پی اس انجام دادی، 7 تاشو بردی، 2 تاشو مساوی کردی که یکیش هم باختی. آمار خیلی خوبیه، ولی خب چون اول بازی هست این آمار واقعا خوبه و شاید که با بازی کلی یار کنی. یاسین جان دیگه بریم سراغ نفر بعد. بریم سراغ نفر بعد، امیر فور. بله بریم سراغ امیر عزیز و ریتینگ 1311 که واسه یه پی اس پلیر ایرانی واقعا خیلی خوبه. تیم استرنج هم که 4784 هستش. بریم واسه ترکیب لتس گو و در اینجا کاری که دیگه سختگیری ها دوباره شروع میشه. دروازه‌بان اولیوکان آیکون هست خیلی خوبه فعلا واسه این ریتینگ. دروندایی که گذاشته دفاع اینم خیلی خوبه، یعنی میتونی تا وقتی که یک آیکون یعنی مالدینی گرفتی میتونی نگهش داری ترکیب دروندایی، ولی پویوله بعد یه جایگزین واسش پیدا کنی یا یه پک بزنی بازیکن دفاع خوب بگیری. فعلا توی این ریتینگ من پیشنهاد میدم آربی کافو هستش که واسه این ریتینگ واقعا افتضاحه، یعنی اصلا تو نباید ترکیب داشته باشی، حتی اگه الکساندر آرنولد بیس کم داری به نظرم جاش عوضش کن. روبرتو کارلوس رو داری که اوکی هست، ولی خب اگه تونستی پک بزن که بتونی بهترش هم بگیری. نیمار فیوچر رو داری و رونالدینیو که گذاشتی ای ام اف. نیمار توی اونجایی که ای ام اف قرارش دادی زیاد خوب بازی نکنه، خیلی زیاد خوب بازی نمیکنه، سعی کن که با مسی جاشو عوض کنی و یکی جایگزینش کنی. سی ام اف هم که گوتی هست اگه اشتباه نکنم که بازیکن هجومی هم هست، خوبه هم هست واسه این ترکیب تو. رونالدینیو هم که دیگه فوق‌العاده. آنسوفاتی طبق چیزایی که حالا من ازش دیدم یه ذره انگار قدرتش انگار اومده پایین و به نظر من 4-3-3 واسه این ترکیب تو اونقدر مناسب نیست. شاید ترکیبی باشه که مثلا بگی نه این ترکیب خیلی خوبه و اینا، ولی به نظرم یه ترکیب پیدا کن که بتونی رونالدو و یه بازیکن دیگر رو بتونی 4-2-4-4-2 یا 4-2-2-2 بشینی که رونالدو رو با یه مهاجم دیگه بذاری که فیکس بشن و با هم دیگه بازی کنن. یعنی این روزا دیگه کسی با 4-3-3 خوب نمیتونه بازی کنه مگه دیگه خیلی حرفه‌ای باشه و هر کی که اونایی مثلا 4-3-3 و مثلا ترکیبش سخت بازی کنن که دیگه مثلا یه بازی واسهشون تکراری شده میخوان یه بازی جدید شروع بکنن. و کلا 4-3-3 توی پیس موبایل یکم کارو سخت میکنه به نظر من. به سراغ 4-4-2 یا 4-2-2 و اگه دوست دارید که بهترین ترکیب پیس بتون نشون بدم حتما لایک کنید، توی کامنت هم بنویسید ببینم اگه دوست دارید که راجعش بحث بکنیم دیگه. بریم سراغ نفر بعدی. همینجا ترکیب خوبی داره، فقط اون نکاتی که بهت گفتم حتما رعایت بکن. محمد دامین بارسا نوشته بود، ولی خب چون اینجا هم دیگه محمد امین داریم برای اتلتیکو شاید تیمشو عوض کرده و بریم دیگه. هر کی که بود دیگه. ریتینگ 1163 و تیم استرنج 4994. فکر کنم باید فیوچرات خیلی زیاد باشن. بله همونطور که حد میزنم فیوچرات زیادن. ریتینگ چند بود یه بار دیگه نگاه کنم. 1163. اینجا هم یه ذره باید سختگیری انجام بشه. جی کی یا دروازه‌بان تو من نمیشناسم، ولی میدونم از این فیوچرایی که فقط ریت علکی بردم حالا و حتی اگه دوناروما هم باشه واقعا بده واسه این ریتینگت، عوضش کن. یک حتی شده چه میدونم نویر بیسیک هم بذاره جایی خیلی واسه بهتر کار میکنه. اوپامکانو بنده که بودش دفات فعلا واسه این ریتینگ اوکیه. آربیت کافوه واسه این ریتینگ بعدی عوضش کن. آرنولد بیسیک رو هم میتونی جای بودش بکنیم.
البیت این آیکون خیلی خوبه واسه این ریتینگ، فعلا نگرش دار. سیمفت پدری خوبه، گاوی نه، فعلا گاوی اول که اومده بود خوب بود ولی الان دیگه بچه زیاد نمیتونن باش خوب بازی کنن و هماهنگی لازم باش ندارن. ایمفت مسی هستش، اون یکی ایمفت ماردونا هستش. ماردونا خوبی که داره اینه که میتونه هم توی چپ هم راست خوب بازی کنه و به نظرم جفت ایمفاتو خیلی خیلی خوب چیدی. رونالدو و کیلیان امباپه هم گذاشتی حمله. به نظر من که رونالدو توی این ریتینگی تو داری، من خودم رونالدو آیکون دارم ولی خب توی تعویضی هم نگاش دارم و دقیقه 7 با هالند میارمش تو بازی. به نظرم برو و یک مهاجم مثل امباپه که سرعتی و کنترل توپ قوی داره نگاش که هم میتونه امباپه تغذیه کنه و هم اگه موقعیت خوب برسید بتونه گل بکنه. رونالدو و هالند جفتشون بال کنترل یه ذره ضعیفی دارن و توی موقعیت‌ها مثلا اگه موقعیت کنترلی باشه زیاد خوب عمل نمی‌کنن. به نظرم رونالدو رو به جای یه بازیکن حالا که بال کنترلش خیلی بهتره بذار تعویضی دقیقه 70 یا نیمه دوم بیارش. ببینیم سراغ آخری یعنی پی اس ایران و ببینیم یه سراغش دیگه، ببینیم ریتینگ چنده. 1112 ریتینگ خوبیه و تیم مثلا 4925 که فیوچر توش خیلی خیلی زیاد دیگه. بریم سراغ این ترکیب، چون ریتینگ 1100 هست نوگر به نظرم مناسبه ولی خب اگه بهترش کنی چه بهتر، خیلی خوبه. وندایک و پامنکو خوبه، آربیت دنیال وز، البیت فکر کنم آلابا باید باشه، نمیدونم فکر کنم باید باشه که آربیو البیت الان خوب نیستن، عوضش باید بکنی. و آرنولد و روبرتو کارلوس و اون آیکونی که تو ترکیب قبل دیدیم خیلی واسش مناسبه واسه این ترکیب. پی اف ماکلده است و سی ام اف هم لامپارد است که واسه این ریتینگ خوبه و یه میفتم که مسی بیسیک هست. مسی بیسیک و فیوچر زیاد با هم فرقی نداره ولی خب به نظر میاد که مثلا چی میدونم نیمار باشه جایگزینش خیلی خیلی بهتره. سانچو گذاشتی با استرلینگ خیلی خوب جای گذاشتی، قشنگ میتونه رونالدو رو تقویت کنه و خیلی ترکیبت خوبه، فقط یه سری نکات جزئی داشت که گفتم اونم رعایت کن به ترکیب دیگه خیلی خیلی بهتر بشه. و بچه‌ها اینم بودن آخرین تکلیف دارم که از بررسی ترکیب‌ها لذت برده باشید. اون دو تا نکته‌ای که بهتون گفتم رعایت کنید، یکی اینکه پیج اینستاگرام منو فالو بکنید که تو دیسکریپشن هست، توی کامنت هم پین می‌کنم میتونید برید اونجا نگاه بکنید. آی دی منم تو دیسکریپشن هست، میتونید اونجا برید فرند ریکوست بدید و برای سورپرایز بعدی که حالا یا هفته بعد یا دو هفته بعد بررسی می‌کنم اونجا ترکیب شما بررسی بکنم. و دومین کاری که باید بکنید اینه که بزنید هشتگ پرشین پی اس که توی کامنت‌ها اینجا می‌نویسمش، هشتگ پرشین پی اس بزنید که من دیگه با اون کامنت‌ها بشناسم که کیا میخوان بررسی بشن. و مرسی که تقریبا دمش کردید، لایک و کامنت و سابسکرایب بدین، زنگون چم آن بکنین، اینستاگرام من تو دیسکریپشن حتما حتما فالو بکنید و مرسی که تقریبا دمش کردید. تا ویدیو دیگه خدافظ.